کیمیا یوسفی، سلام، وقت بخیر. خوش آمدین به برنامه صبح زندگی، بخش ورزش. خوشحال هستیم که شما را از طریق خط اسکایپ صدا و سیمایتان داریم. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون آریانا، تشکر از دعوت شما به برنامه. با وجود که سخت تمرینات فشرده هم دارین، مصروف هم هستین، فکر میکنم همین لحظه ساعت یک بعد از ظهر شما هست، گرما هست و میخواییم بدانیم از آمادگی ها بگوین که چی آمادگی هایی دارین. بله درست، اینجا ساعت 1:10 هست و وقت توکیو. خب آمادگی های ما متاسفانه برای من یک ذره دیر احوال دادن از فدراسیون جهانی که من شامل این بازی ها هستم تقریبا یک ماه پیش بود. ولی خب با توجه به همین شرایطی که بود، من قبلا خودم هم تمرین داشتم و بعد از او که بهم خبر دادن تمرین سخت سنگین تر کردم تا انشالله یک نتیجه خوب رو مسابقه کسب کنم. بسیار خوب، دومین تجربه هست که شما در المپیک شرکت میکنین. اولی خو گذشت برای آمادگی برای این مسابقات پیشروی و این المپیک چقدر با ارزش است برای خودت و چقدر انگیزه ای از این داری که باید به خیر خوبتر بدرخشی؟ انشاءالله. بله، المپیک دوم تجربه خیلی خوب را زیاد کسب کرد و میدان بزرگی بود. آلر برای بار دومه که پا به این میدان میمانم. از کل جای دنیا بهترین ورزشکارا هستن و کلگی بر مدال وارد مسابقه میشن با اختلافاتی که داره ماله، چه از وضع تمرینی چه از وضع امکانات حمایت. ولی خب انشالله که یک نتیجه خوب کسب میکنم. در طول 5 سال بعد از بیوم شدیدن تمرین کردم، خیلی دوست داشتم به این مسابقات بتانم کسب سهمی آزاد بگیرم، ولی خب کرونا آمد و شاید یار نبود. انشاءالله که اون نتیجه که بر وفق مرادم هست و خودم دوست دارم به این مسابقات بگیرم. انشاءالله. ما خواهمش در صفحات اجتماعی دیدیم که تلاش ها و زحمت ها با وصف که دور از افغانستان هم بودی، در کشور ایران شما زندگی میکردین، اما تلاش های تمرینیتان خیلی عالی بود. حالا وعده تان چی هست؟ با اون مدال که باید برسین و اون مدال به نفع افغانستان کسب بکنین که هم افغان ها امید اون مدال دارن. 100% رویای یک ورزشکار در قدم اول المپیک، در قدم دوم سکوی المپیک، لمس سکوی المپیک. خب رشته دویش یک رشته خیلی سختیه، جنگیدن با صدم ثانیه هست و با تفاوت پوشش که ما دختران مسلمان با بقیه کشورها داره یه خود اختلاف میفته. ولی خب ما اصلا به این چیزا توجه نمی کنم. هر کس که پشت خط مسابقه میره بر مدال میره، طرز فکر من 100% همینه. و از وقتی که میگم ریو رد کردم، من شب و روز به فکر تلاش و کسب مدال بودم. انشالله که بتانم یک اتفاق خوب رقم بزنم بر تاریخ ورزش کشور. از ریوی که تجربه گرفتین که به این بازی ها یا به این مسابقات بتانین به خرج بتین و تلاش بکنین تا بتانین موفقیت از آن شما باشه، چی هست؟ بله انشاءالله، تجربه یک بخشی از مسابقه است. بخش دیگهش خب تمرینه که من خدا رو شکر تمرینه خوبه داشتم. کل مسابقه نمیشه بگیم تجربه، چون بگیم که حال تو ریو دویدی تجربه گرفتی تو کیو مدال میاد، این نمیشه برداشت کنم. ولی خب طرز فکر ما همیت انشاءالله که میگم بتانم یک نتیجه خوبه کسب کنم. بسیار خوب. از شما ریکورد 100 متر از در بین زنان، این 100 متر چقدر تمرینات کردین و هر روز فکر میکنم مصروف تمرینات هستین؟ بله خب من دونده سرعتم، تمرینات مختص سرعت 60 متر، 100 متر، 200 متر به چند سال به تمرین کردم. یک ورزشکار سرعت زمانی که میخواه تایم خود کم کنه، هر چقدر که کمتر به جوه، یعنی خب بهتر ظاهر میشه، صدم ثانیه کم میشه. شما فکر کنید یک ورزشکار دونده سرعت 2 سال 3 سال تمرین میکنه، 1 صدم ثانیه کم میشه. 1 صدم ثانیه به حرف واقعا راحته. یک انسان که پلک میزنه 4 صدم 5 صدم طول میکشه، خیلی راحته گفتنش. ولی زمانی که به دوش میاد 1 صدم ثانیه انقدر به سختی کم میشه که آدم کل عمرش میمانه به دوش. ولی خب من به طول چند سال خیلی خوب رکورد جا به جا کردم، خیلی خوب رکورد شکستندم. هر مسابقه که رفتم 50 صدم ثانیه یا حتی 1 صدم ثانیه زیر رکورد دویدم، رکورد قبلیم به مسابقه.
خدا رو شکر همه چی خوب بوده، استعداد خوب داشتم، هنوزم دارم، سرعت خوب دارم، انشاءالله که میگم یک نتیجه خوبه کرد. با امید پیروزی شما هستم که شاه محمود نورزهی هم با شما هست و یک مربی خوب هم در کنارتان است. کوتا میخواییم امکاناتتان چقدر خوب است، فراهم است و چقدر راضی هستین و این تمریناتی که شما فشرده هست و تلاش دارین تا این که چند روز دیگه فکر میکنم شنبه آینده بخیر مسابقات رسما آغاز میشه، چقدر قناعت بخش است بر شما؟ امکاناتی که دارم خدا رو شکر به توکیو خوبه، یک ورزشکار ای جای مناسب برای سرعت میخواهی و یک میدان دویش و یک باشگاه جیم و تمرین که ما اینا در اختیار دارم خدا رو شکر، هستی ما خوبه، تغذیه ما خوبه، امکانات خوبه و نمیشه بگیم که ما به قرنطینیم، چون قرنطین از 6 ماه پیش یک سال قبله بر مسابقات ما صرف 2 هفته قبل آمدیم و این میشه بگیم که آمادگی پیش از مسابقه. آقا شرایط خوبه انشاءالله، ما با تمرینات سرعت میاییم، بدن ما کم کم داره سبک میشه برای مسابقه. خوب از مسابقه ما به تاریخ 3 جولای و آقای نبرد آقای نورزهی 1 آگوست. با امید پیروزی شما هستیم. همه نماینده های ورزش که در اونجا به خاطر رقابت رفتن موفق و سربلند باشین، دوباره انشاءالله به افغانستان با دست پر برگردین. انشاءالله سلامت باشین، زنده باشین. بخیر، روز شما خوش، خداوند یار و مددگارتان. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.